برم بیگناه اعدام شد به خاطر من که دخترش بودم، ناموسش بودم. من نمادگی ملت روبن هتاتم، وقتی مرگ میشه جریمه انضباط. بالا داره تو فرصتی واسه نصیحت نی، ما که میریم اما تو میمونی نصیحت نی، ما که داریم میریم فقط تو رو جون مولا. اون بچه رو نیار واسه یه تماشا، نظر از الان ذهنش درگیر داشه، نظر این صحنه رو مغزی سوار شه. اونم فردا وقتی که فشار بش بیاد، اونم وقتی بزرگ شد و حدشو بخواد، اونم وقتی عصبی شد از بدی اوضاع زور میشه منطقش توی اجتماع، اونم میگه چون همه بدن اونم بد میشه، توی کنکور بد زندگی رد میشه. ما بد بودیم شما اما بدتر بود، یه جنبی میزنه دت زمین خیلی زود. کدوم ما که یه جوری داریم میریم فنا، اون بالا یا خوشحالترم میشن دادا. ما که رفتیم اما تو یکی مثل من نباش، چیزی رو بذار زمین قلم بردار بجاش. حالا منم اونجا و چشای تو تنابه دار، بکش صندلی رو از زیر پام سر کن. روز و شبتان خوش، احمد رفعت هستم. به اعدام بس است برنامه از سازمان حقوق بشر ایران خوش آمدید. در دو هفته گذشته ماشین اعدام در جمهوری اسلامی سرعت و شتاب بیشتری گرفته. نوید افکاری کشتیگیر و کارگر 27 ساله به صورت ناگهانی و قبل از اینکه روند قضایی پروندهش بر پایه قوانین خود جمهوری اسلامی به پایان برسه، در یک سرگاه 22 شهریور در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. نوید به دو بار حکم اعدام محکوم شده بود، ولی او را با حکم اول یعنی قصاص کشتند تا به این صورت مسئولیت این جنایت رو به گردن اولیای دم بیندازند. صف اعدام البته برای زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی بسیار طولانی است. 7 زندانی عقیدتی سنی اهل سنت در صف اعدام قرار دارند. یکی دیگر که هر لحظه امکان داره طناب دار رو به گردنش بیندازند، زندانی سیاسی کرد حیدر قربانی است. او به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر شد، ولی پس از دستگیری او را متهم به قتل یک سپاهی هم کردند. در روزهای قبل از بازداشت او در یک درگیری چند سپاهی، درگیری نظامی که البته حیدر قربانی در اون محل اصلا حضور نداشت، صورت گرفته بود و در جریان این درگیری 3 نفر از اعضای سپاه پاسداران کشته شده بودند. خدمت انسانهای آزادی خواه ایران و تمام جهان، عاجزانه ازتان تقاضا دارم حکم اعدام حیدر قربانی دفاع کنی، نذاری حیدر رو اعدام کنند. من خودم توی دادگاهش حضور داشتم در سنندج، وکیلشم اونجا بود. موقع حیدر آوردن توی دادگاه، آقای سعیدی بلند شد حکم اعدام بهش داد. وکیلش گفت آقای سعیدی این حکم ناعدالتانه به حیدر قربانی ندی، حیدر حکمش اعدام نیست، اعدامش نکنی. من 2 سال این پرونده را مطالعه نکردم، الان چطور میتونم پرونده چندین صفحه‌ای را مطالعه کنم، چند کیلویی را مطالعه کنم؟ مطالعه نمیشه برای من این پرونده. آقای سعیدی حیدر حکمش اعدام نیست، اعدامش نکنی. نه حرف وکیل توجه کردن، نه حرف حیدرم توجه کردن. حیدر حرف میزد میگفت صدا تو بیار پایین، حرف نزن. آخر چرا حرف نزنم؟ میگفت تو داری یه بیگناه رو اعدام میکنی آقای سعیدی. خلاصه اونجا حکم اعدام بهش دادین، اومدیم بیرون، وکیلشان به من گفت نگران نباشی، قول شرف بهتر میدم، حیدر حقش اعدام نیست، اعدامش هم نمیکنن، توی دیوان این حکمشو میشکنن. ما دلخوشی داشتیم تا رفت دیوان. دیوانم متاسفانه بدون اینکه توجه کنه به لایحه دکتر جوانمردی و آقای نیکبخت هیچ توجهی نکرد، دوباره حکم اعدام رو تایید کرد. حکم اعدام رو تایید کرد، وکیلا من گفت نه ناراحت نشی، بیان ما از اعده دادرسی درخواست میکنیم که یه حکم رو بشکنیم. متاسفانه اونم رد شد. الان از آقای رئیسی تقاضا دارم، من چند روز تهران بودم، متاسفانه نتونستم ببینم توی 80 میلیون جمعیت ایران آقای رئیسی
هیچ کس رو نداریم پناه بهش ببریم، هیچ کس رو نداریم پناه بهش ببریم. اومدم دم دفترت، خیلی خواهش کردم، خیلی التماس کردم که شما را ببینم. متاسفانه نتونستم تو را ببینم، نتونستم داستان کل کشور رو ببینم، نتونستم حتی یه دونه قاضی ببینم. رفتیم توی دیوانم شعبه نو و چیز منشیه نزاش بریم پیش قاضیم قاضیه ببینیم. هیچ کس رو نداریم. امیدوارم آقای رئیسی حیدر بیگناه نذاری گردنش پای تناب بره. آنچه دیدید روایت حسن قربانی از دادگاه برادرش حیدر بود. ما امروز گفتگوی خواهیم داشت با محمود امیری مقدم، بنیانگذار و مدیر سازمان حقوق بشر ایران. آقای امیری مقدم، به اعدام بسست خوش آمدید. چرا این همه عجله در اجرای احکام اعدام؟ چرا اجرای احکام اعدام در ماه محرم که در گذشته سنت بر این بود که در این ماه و در ماه رمضان مجازات های اعدام رو، احکام اعدام رو به اجرا نمی گذاشتند؟ دلیل این همه شتاب در صدور احکام اعدام و اجرای اونها چیست؟ بله، درود بر شما. بله، خب این اتفاق قبلا هم افتاده، یعنی که حتی از حالا از دهه 60 تا کنون موارد رو داشتیم که به خصوص برای مثال اعدام های زندانیان سیاسی در سال 67 که همین آقای رئیسی هم جزو کمیته هیئت مرگ بود، خیلیشون در ماه محرم مثل اینکه اتفاق افتاد. ولی خب اینجا ما باید دو نکته رو در نظر داشته باشیم. یکی اینکه چرا حکومت اعدام میکنه، و اونم اینه که در واقع در تمامی این 40 سال هدف حکومت از اعدام مبارزه با جرم یا پیشگیری جرم نبوده، ولی ایجاد ارعاب در جامعه است. و این آمارها وقتی که حکومت بیم از اعتراض داره، آمار اعدامها بالا میره. یعنی این رو به عنوان یک پیش مقدمه که خب دلیل اعدامها در هر صورت حفظ بقای نظام هست. این که حکومت احکام در واقع در پرونده های سیاسی، یعنی کسانی که به دلایل سیاسی دستگیر شدند و حکومت قصد اعدامشون رو داره، که در این پرونده ها یک مورد قتل رو هم می گنجاند، این به خاطر کم کردن حساسیت هاست. ببین در دهه 60 به راحتی افراد رو به اتهام حالا هواداری عضویت از سازمان‌های مخالف دستگیر می‌کردند، هرچند که فرد اعلامیه پخش کرده بود یا یک روزنامه داشت یا حتی فقط در یک تظاهرات شرکت کرده بود، با همون اتهام بهش اتهام محاربه می‌دادن و اعدام می‌کردن. چه بسا حتی اعضای خانواده‌ام هم، خانواده‌ای هستن که اعضای خانواده‌شون هم اعدام شدن، افراد زیر 18 سال بین اتهام. ولی دوران فرق کرده. در حال حاضر به خاطر اطلاع رسانی، به خاطر آگاهی بیشتر مردم، واکنش بیشتری در واقع از طرف جامعه جهانی و جامعه مدنی داخل کشور و کلا مردم در قبال اعدام‌های صرفاً سیاسی است. یعنی که اگه کسی رو فقط به اتهام اعتراض محکوم کنند و بخوان اعدامش کنند، این منجر به واکنش‌های خیلی شدیدتر میشه و هزینه سیاسی این اعدام رو بالا میبره. جمهوری اسلامی اگر یک قانونمندی در سیستم قضاییش وجود داره، اون مصلحت نظامه. یعنی در واقع به هیچ یک از نه قوانین و سنت‌های خودشون و نه قوانین بین‌المللی پایبند نیستند. تنها چیزی که بهش پایبند هستن این که عملی که انجام میدن آیا به مصلحت نظام هست یا نیست. معمولا اعدام و احکام غیر انسانی دیگر که موجب ارعاب در جامعه میشوند به نفع جمهوری اسلامی هست.
در واقع به بقاش کمک میکنه چون که حمایت مردمی نداره. ولی گاهی وقتها عکس عملها اونقدر شدید میشن که اینطور برداشت میکنه جمهوری اسلامی که به مصلحت نظام نیست. برای مثال احکام سنگسار رو که دیگه اجرا نمی کنند، نه اینکه نخواهند یا اینکه اعتقاد نداشته باشند، بلکه هزینش خیلی بالاست. حالا تو پرونده های مثل محمد سلاس، مثل لقمان و زانیار مرادی، خیلی زندانیان سیاسی کرد دیگر، اینا توی همه این پرونده ها، یا مثل هم پرونده آقای نوید افکاری که اخیراً اعدام کردند و مصطفی صالحی که هر دو در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده بودند ولی در پروندهشون حکم قصاص گنجانده شده بود، تحت شکنجه همه این افراد رو اعتراف اجباری میکنند و بر اساس این اعترافات اعدامشون میکنند. و وقتی که پرونده میگن که این فرد به اتهام قتل اعدام شده، نه به اتهام واقعیش که حالا اعتراض سیاسی بوده، این امیدوار هستند که این باعث بشه که هم حساسیت های جامعه مدنی داخل کشور و مردم، افکار عمومی کمتر شه و هم واکنش های جامعه جهانی. و از طرف دیگه یک توجیه دیگه که جمهوری اسلامی برای مسئله قصاص داره اینه که میگه که قصاص اعدام نیست، بلکه این حق اولیاء دم هست و در واقع از زیر مسئولیت شونه خالی میکنه. یعنی مسئولیت ایجاد ارعابش رو هم بر دوش خانواده فرد، یک فرد مقتول، حالا هر فردی، میگذارند و کل هدفش کم کردن هزینه است. این اتفاق قبلا هم افتاده ولی آنطور که باید بهش پرداخته نشده. برای مثال خانم زهرا بهرامی در ارتباط با تظاهرات عاشورای سال 88 دستگیر شد و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و حدود 10 ماه بعد از دستگیریش اومدن یک پرونده قاچاق مواد مخدر باز کردن برای ایشون و محکومش کردن به اعدام و در آخر هم به اتهام نگهداری و حمل مواد مخدر ایشون رو اعدام کردند، برای اینکه هزینه‌ش رو پایین ببرن. من فکر میکنم که خیلی مهم است که این مسئله پرداخته بشه، با وجود اینکه یعنی در واقع الان فکر کنم اکثریت مردم میدونن با اطلاع رسانی که خود زندیاد نوید افکاری کرد که ما با یک سیستم قضایی مواجه نیستیم. این دادگاه ها، این قاضی ها همشون ارگان ها، نهاد ها و افراد امنیتی هستند که دارن یک خط مشخص رو پیش میبرند و احکام اعدام سفارشی رو صادر میکنند و بعد اجرا میکنند. و همین دلیل وقتی که مسئله قصاص رو، مسئله قتل رو در یک پرونده میگنجانند، مردم نباید به این توجه کنند. آقای امیری مقدم، در ارتباط با حکم اعدام برای معترضین دی و آبان و مرداد، کارزاری در سطح ایرانیان بسیار گسترده به راه افتاد، ولی در رابطه با حکم نوید افکاری، چه قبل از اجرای این حکم و چه بعد از آن، این کارزار ابعاد بین‌المللی به خودش گرفت. دولت‌های بسیاری از کشورها، نهادهای ورزشی، حقوق بشری، همه به صدور این حکم در ابتدا و اجرای اون بعد اعتراض کردند. جمهوری اسلامی با اجرای حکم نوید افکاری چی میخواست نشون بده؟ که رژیم مقتدری است که میتونه نادیده بگیره فشارهای بین‌المللی رو، یا اینکه این اعدام حکایت از ضعف این حکومت و عدم مشروعیت اون داره؟ هیچ نظام مقتدری و هیچ حکومتی که ثبات داره نمیاد برای ادامه بقای خودش دست به اعدام یا به مجازات های وحشیانه دیگر بزنه. شما اگه نگاه کنید در سراسر تاریخ، حکومت ها معمولا، مثلا اگه به داعش نگاه کنیم، برای اینکه ثبات پیدا کنه، یعنی که خودشو مستقر کنه در اون مناطق، دست به چنین کارهایی میزد، به اعدام های وحشیانه، به مجازات های دیگه که با ترس کنترل رو در دست بگیره. جمهوری اسلامی هم به همین شکل، یعنی 3 روز بعد از انقلاب
شروع کردند با اعدام ها و هنوز هم ادامه داره و ما میبینیم که زمانی که بیم از اعتراض دارند، وقتی که فشارهای اقتصادی بالا رفته، وقتی که در واقع از هر طرف تحت فشار هستند و حکومت میخواد عمر خودش رو طولانی تر کنه، دست به این کارها میزنه. برای نوید افکاری هم من فکر میکنم بیشتر به خاطر اطلاع رسانی که خود آقای افکاری کرد این پرونده توجه خیلی زیادی گرفت، ولی متاسفانه این اقدامات دیر شروع شدند. بیشترین توجه رو نوید در روزهای آخر قبل از اعدام گرفت، که وقتی که فدراسیون‌های ورزشی و وزرای خارجه کشورهای اروپایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند و مردم عادی در سراسر جهان شروع کردند واکنش نشون دادن، من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی فقط دو راه بیشتر نداشت، یا اینکه کلاً این پرونده رو عقب بندازه و از این اعدام هم عقب نشینی کنه، این برای خود براش هزینه سنگینی داره، از طرف دیگه میدونست که اگر صبر کنه هزینش اونقدر بالا میره که مثل پرونده های دیگه. ببین خانم سکینه آشتیانی هم در یک پرونده قصاص محکوم شده بود و هم زنای محسنه که هر دو بر اساس شریعت اسلام که این آقایون میگن بهش اعتقاد دارند قرار بود اعدام و سنگسار شه، ولی هزینش اونقدر بالا رفت به خاطر واکنش های بین المللی که مجبور شدند. اینا بیمشون از این بود که مجبورشن یک عقب نشینی دیگه بکنند. حالا کاری که کردن اینه که در واقع وانمود میکنن که قدرت بیشتری دارند، ولی در واقع اینطور نیست. اینا هر دو ضعفه، یکیش حالا وانمود هست، تظاهر به اقتدار هست، که من فکر کنم مردم ایران دیگه بعد از تمام این سالها میدونند این حکومت داره در واقع زمان میخره برای خودش. اخیراً سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای خواهان این شده که دولت‌ها و نهادهای بین المللی یک قدم فراتر از بیانیه بروند و دست به اقداماتی عملی بزنند. کدوم اقدامات؟ ما چند پیشنهاد کردیم. یکی این که کلن کشورهایی که روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی دارن سطح روابط خودشون رو پایین بیارن، مثلا از سطح سفیر به سطح حالا کنسول یا هر چیز دیگر. دیگر این که دیالوگ هایی که با جمهوری اسلامی دارند یا قراردادهای سیاسی و اقتصادی که دارن مشروط کنند به یک سری خواسته های مشخص. حالا خواسته هایی که ما در ارتباط با اعدام آقای نوید افکاری مطرح کردیم، یک تحقیق توسط یک هیئت حقیقت یاب در ارتباط با کل پرونده نوید افکاری، گزارش های شکنجه ایشون، نحوه اعدام ایشون و پاسخگو کردن کسانی که عامل و عامر این جنایت بودند. اقدام عملی یعنی که در واقع قراردادهاشون، گفتمانهاشون رو مشروط کنند. از طرف دیگه ما فکر میکنیم که فدراسیون‌های ورزشی هم میتونند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند و اونم اینکه عضویت جمهوری اسلامی رو در فدراسیون‌های جهانی به تعلیق بندازند تا زمان انجام یک تحقیق توسط یک هیئت مستقل حقیقت یاب. با سپاس از همراهیتون. متشکرم از شما. در ادامه این برنامه که بسیار طولانی شد، ما دو گفتگوی دیگر در ارتباط با میثاق ملی برای حذف مجازات اعدام در نظام آینده رو پخش میکنیم. این گفتگوها با آقایان حسین موسویان، رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، و حشمت تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران که هر دو ساکن تهران هستند صورت گرفته. پرسش اول ما از این دو فعال سیاسی این بود که آیا آنها احزابشون
موافقند با اینکه مجازات اعدام در نظام بعدی هم در قوانین کیفری وجود داشته باشه یا خواهان حذف اون هستند. جبهه ملی ایران اعتقاد به وجود مجازات اعدام در قانون جزا ندارد تحت هیچ عنوانی، برای کسانی که متهم سیاسی هستند، که متهم سیاسی یا عقیدتی هستند، که مجازات اعدام اصلا یک کار جنایتبار هست و به هیچ وجه نباید برای کسی که عقیدمند به مطلبی هست و دنبال عقیدش حرکتی داره انجام میده، در مورد او مجازات اعدام بخواد اجرا بشه. کاریست کاملا غیر انسانی. در مورد سایر جرائم هم مجازات اعدام الان منسوخ شده. توی حدود 200 خورده کشور که در جهان هست، حدود 120 کشور اصلا مجازات اعدام رو لغو کردن در قوانین جزاشون. 50 کشور هم کسانی هستن که هنوز لغو نکردن ولی بهش عمل نمی کنن. یعنی کسی رو به اعدام محکوم نمی کنن. و میمونه چند کشوری که هنوز اعدام انجام میشه و متاسفانه میهن ما هم جز این کشور هاست و در رده های بالاش هم هست، یعنی بعد از چین رده دوم قرار گرفته و این باعث تأسفه. حیات و زندگی رو که خداوند به انسان داده هیچ کس نباید ازش بگیره. حق حیات اولین حق برای هر انسان هست. بنابراین ما مجازات اعدام رو به طور کلی رد میکنیم و اعتقاد داریم که افراد اگر مرتکب خطایی هم در جامعه میشن باید مجازات های دیگه براشون در نظر گرفته بشه و حد اکثر مجازات برای افرادی که برای جامعه ممکنه که وجودشون مضر باشه حبس هست، حبس ابد هست. میتونن اینها رو ایزوله بکنن که صدمه ای به اجتماع نزنن، اگر نه خیلی از اینها میتونن در حقیقت متنبه بشن و به جامعه برگردن. بنابراین مجازات اعدام از نظر ما محکوم است. ما که در واقع بارها و بارها اعلام کردیم که با اعدام مخالفیم. جبهه دموکراتیک ایران با هر نوع اعدام مخالفه و قطعاً تلاش خواهد کرد که به سهم خودش سایر احزاب، گروه‌ها و سازمان‌ها رو متقاعد کنه برای مخالفت با اعدام و به ویژه تصویب قوانین مدنی که مجازات اعدام رو نفی و لغو می‌کنه و مجازات‌های جایگزین قرار می‌ده. از آقایان موسویان و تبرزدی پرسیدیم آیا احزاب و گروه‌های سیاسی باید از هم اکنون در این رابطه موضع مشخص و روشنی اتخاذ کنند؟ باید یک جریان سیاسی، یه به اصطلاح حزب یا جبهه یا هر جمعیت سیاسی، افکار خودش رو به جامعه منتقل بکنه که مردم تکلیف خودشون رو بدونن که این جمعیت ها هر کدوم چه نظریاتی دارن، اساسنامه شون رو در معرض دید مردم بگذارن، اصول اعتقادیشون رو مطرح بکنن و برای مردم در حقیقت آگاهی و اطلاع رسانی از وجود خودشون بکنن. این لازمه، حتما لازمه. جبهه ملی ایران اصول اعتقادیش و اساسنامهش روی سایت رسمیش هست و گاهی هم تو نشریهش اصول اعتقادیش آورده میشه که هر 8 اصل که هموطنان اطلاع داشته باشن که ما چه اعتقاداتی داریم. البته خوشبختانه بسیاری از این احزاب و شخصیت ها اعلام کردن، مخالفتشون رو با اعدام اعلام کردن، ولی من باز میبینم در بین نیروهای اجتماعی، حالا چه کارگر، چه مال باخته، چه اون گروه های سیاسی، اینا فوراً میان وقتی که میخوان مبارزه کنن میگن فلانی اعدام باید گردد،
اعدام میکنیم، اعدام شود، اعدام اگر چنین کنید اعدام میشوید. و این نشون میده متاسفانه هنوز بخش های از جامعه مدنی و جامعه سیاسی در این زمینه عقب هست و روی اعدام فکر میکنه. پرسش بعدی ما از آقایان موسویان و تبرزدی این بود: آیا کسانی که در نظام کنونی متهم به شکنجه، اعدام و یا سرکوب هستند باید در دوران گذار طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه و محکوم شوند؟ منتها اون شرایط خاصی که جناب عالی مطرح می‌فرمایید که شرایط گذار هست و یه عده‌ای خطاهای خیلی سنگینی کردن و غیر ذالک، اینا ما الان نمیتونیم اظهار نظر کنیم. اون موقع همون کسانی که گذار را دارن به اصطلاح اداره میکنن و کسانی که در مصدر تشکیل مجلس مؤسسان هستن و قوانینی که در مجلس مؤسسان به تصویب میرسونن، اونها هم که باید تعیین بکنن. جبهه ملی ایران با اعدام مخالفه در همه شرایط و تمام به اصطلاح موارد، و بنده خدمتتون عرض کردم که ما با اعدام مخالفیم. خب شما ببینید که اصلا تجربه انقلاب بهمن 57 در واقع به ما داره میگه که اگر یک نفر رو، حتی یک نفر رو به هر دلیل اعدام کردید، این کار ادامه پیدا خواهد کرد و این اقدام خشونت آمیز ترویج پیدا خواهد کرد، انتقام کشی خواهد شد و گروه ها و دستجاتی در واقع میان و همین مسئله رو دستاویز برای تصفیه حساب های سیاسی بعدی خودشون هم قرار میدن و به همین دلیل بایستی که از همون ابتدا و در دوران گذار تأکید کرد بر دادگاه های صالحه با حضور هیئت منصفه و به شکل علنی و با مخالفت با هر نوع اعدام و شکنجه. در خاتمه از نمایندگان جبهه ملی ایران و جبهه دموکراتیک ایران پرسیدیم: آیا حذف یا نگاه داشتن مجازات اعدام در نظام بعدی باید از طریق همه پرسی و رفراندوم باشد یا باید این وظیفه را به نمایندگان منتخب مردم، البته در انتخابات آزاد و دموکراتیک، موفق کرد؟ اگر مجلس مؤسسان مجلس مؤسسان سالمی باشه و نشأت گرفته از آراء ملت باشه، از آراء مردم باشه، به عنوان نماینده مردم میتونه در تمام زمینه‌ها تصمیم بگیره، چه در زمینه به اصطلاح ساختار حکومتی آینده، چه در مورد قوانین دیگر، و بنابراین برای تک تک مسائل احتیاجی به انجام همه پرسی نیست. خب وقتی که مجلس مؤسسان تعیین میشه، در واقع مجلس مؤسسانی که میتونه راجع به مهمترین قوانین نظر بده و محتوای نظام آینده رو تعیین کنه و به رفراندوم بگذاره، طبیعتاً مسئله اعدام رو هم میتونه، یعنی در صلاحیتش هست. و اگر بحث اعدام به رفراندوم گذاشته بشه، اون وقت خب خیلی از موضوعات دیگه هم ممکنه گفته بشه، سازوکاری درخواست بشه که باید گر رو گر رفراندوم بشه. بنابراین از دیدگاه جبهه دموکراتیک ایران در مجلس مؤسسان باید این مسئله تعیین تکلیف بشه و به ویژه در قوانین مدنی، در قوانین مدنی که این قوانین بسیاریش بر پایه فقه شرع هست، فقه شیعه هست، بایستی که بر پایه مبنای بر پایه لایسیته و سکولاریسم در واقع هر نوع مجازات شرعی و مذهبی برداشته بشه و مجازات های انسانی جایگزین اون بشه. اعدام بس است در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی شاد و تندرست باشید. ری میخن که سای مثل امثال منو با یک کیلو برین میخرن و میندازن جلو. 30 ساله که کوچه خاکیامون خاکیه، آسفالت خوبه خوبه اما واسه مردن که کسی مثل منو جلو رو دار بزن، یه مش مریضم واسن و تخمه بشکن.